بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور صد من باشین. یک جان سپاس از تشریف آوریتان. خداوند خیر و برکت نصیب تمام شما دوستا بکنه. امروز 14 میزان 14 صدری هجری شمسی است. روز جمعه مبارک است و بسیار زیاد خوشحال هستیم که ما و شما جمع میشیم، هم از کارهای بیهوده نجات پیدا میکنیم، از غیبت و از کارهای ناق، و هم تبادل نظر میشه، گپای علمی میشنیم. خداوندی را اجر حساب کنه برای ما و شما و سبب بهشت رفتن ما شود. دوستای نازنینم، سیمینار امروز عنوانش از کمک کردن به دیگران یا فواید کمک کردن به دیگران، و این سیمینار یک دوست ما به نام تیمور اونگوت که یک موسسه به نام موسسه خیریه یاردم جور کرده. ای عزیز ما چند ماه پیش تاکید داشتن که همیت یک سیمینار گرفته شود. 20,000 افغانی مصرف سیمینار روان کردن که همیت سیمینار جور شود. باز ما او 20,000 را برای چون درس ها را به زبان پشتو هم ثبتش شروع کردیم، خودم مصروف هستم، معلمین استخدام کردیم، درس ها را ثبت نکنه که بخیر 7 تا 12 به زبان پشتو هم همین درس های مکتب آماده شود. بر ماش از اونا تخصیص دادم که اون یک ثواب شود. باز شما را هم گفتم مفت نبین، یک 5 قرص نان بیارین. نمیفهم کسی زیاد هم آورد از 5 کرده یا نه، هم 5 تا آوردین. اگم تا که امکانات مالی داشتین، اگه ما گفتیم 5 قرص نان بیار، ضرور نیست تو حتما 5 قرص بیاری، میتونی 50 قرص بیاری، نقص نمیکنه، برای کسی میرسه. این اگه 1000 قرص نان شده باشه امروز، یک تعداد یک شکمک سیر نان میخوره، تو هم ثواب میبری، ما هم ثواب میبرم، اون گوتام تیمور اون گوتام ثواب میبره، کسایی که میشنوام یک چیزی در زندگی خود یاد میگیره ثواب میبره. این کلش اینه تو یک خیر کثیر میشه بر کل ما و شما دوستای نازنینم. حافظ همتو که بزرگواری میکنه میگه چوغنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گریگوشا میباش. یکی از وظایف اگر تو را گفت که تو چیکار میکنی، هدف در زندگی چیز، بگو من گریگوشا هستم، من میخوایم یک مشکل یک کسی را زندگیش پس کنم، یک سختی را، یک رنج، یک درد را پس کنم. این میز بگو وظیفیم، بگو در پالی دیگه وظایف که من شاگرد مکتب هستم، من محصل هستم، من کار خانه میکنم، این کار میکنم، ولی گریگوشام هستم. در این دنیا سختی هست، رنج هست، فقر هست، مشکلات هست، یک گری را واس کنیم. اگه این کار تانیستی نامت انسان بان، اگه یک گری هم در زندگی واس نکدی دیگه، گم که ترش آمدی و رفتی، هیچ فایده نداشته. دوستای نازنین، خداوند متعال میفرمایه، میگه کسایی که در راه خدا مال خود انفاق میکنه مثل دانه است که از او اف خوشه سر میزنه و از هر خوشه 100 دانه، یعنی 700 چند میگه پاداش میتم. 700 چند ایتو تجارت در کجاست که تو 700 چند فایده کنی؟ ما خو نشنیدیم. و باز چی میگه خداوند متعال؟ میگه اگه بخواید بر بعضی ها از این هم کده زیادتر میته، از 700 چند هم کده میتونه بر تو بته پاداش زیادتر بته. بنان دوستای نازنینم، اگه تانو زیر فکر نکده بودی، از امروز یک گوشی ذهن تجارت با خدا باشه، در پولی دیگه تجارت هایی که میکنی، جانم به معاملیت خدا باشه، اید در جان زدنی نیست، اید تقلب نیست، یک مثقالت هم گم نمیشه. کمک کردن، اگه خواستم که تو پیش خود که یک تعریفی اگه برش جور کنیم که کمک کردن چی، به نظر من کمک کردن از بین بردن رنج ما نامیده. یک کسی یک رنج داره، اگه ما رنجش از بین بردیم ما کمک کردیم. فرض مثال لباس نداره، اگه برش یک لباس دادیم، رنج برهنگی را از پیشش دور کردیم. نان نداره، اگه نان دادیم، رنج گرسنگی را، مریض از دوایش گرفتیم. یا بعضی وقت کل رنج از بین بردن نمیتونیم، کم کردن رنج یک کمی کم میتونیم، مثل که امروز ما و شما میکنیم، پلو داده نمیتونیم، ما یک مسیر نگاهش نمیتونیم، اما 4 تا نان خشک برش داده میتونیم، یک کمکی رنجش چی میکنیم؟ کم میکنیم. یا بعضی وقت ایجاد لذت است، در زندگی یک کسی یک لذت ایجاد میکنیم، لذت دانش، لذت پیشرفت، لذت برای یک کسی یک غرفه گگ میمونیم، میگیم تجارت شروع کن. و یا افزایش لذت، یک طفلک از لباس دیگه رئیس یک بوت ندار، بوت شما برش میدیم. یا یاری رساندن، یک آدم خوب یاری میرسانیم در مسیرش،
میبینیم کار نیک میکنه، میگه ممکن دستی میاری میرسانی، همکارت میشیم. بعضی وقت هم دلیست همی که کسی یک درک میکنی، هیچ کار دیگه نمیکنی، همی یک درد دلش گوش میکنی، همی یک کمک است. تقویت میکنی کارهای خوبه، مثلا یک سیستم معارف تقویت میکنی، تایید میکنی یک کار خوبه، بعضی وقت تنها یک آفرین گفتن تام سیز، یک کومنت خوبه تام، بعضی وقت سیمینار میمونه میاد یک تایید میکنی، میگی آفرین خیر بینی جمشید جان، این دوست ما آمده از آلمان آمد گفتک والا همین یک سرمایه ملی کشور واسه خوش میشه، میگه برو والا هفته دیگه یک سیمینار جور میکنم. سرمایه خو نیست خوش میشه، این برو گفت که سرمایه که کدام گوشیش حساب میشه، متوجه هستیم؟ بعضی وقت یک تایید کردن هیچ کار دیگه خو نمیتونه، من خود دانت نمیشکنه. بعضی وقت با خدا هیچ کار نمیکنی، کامنت مثبت نمیتونی، کامنت منفی خو ندین لطفا، اخر کار هم کن داو دشنام ندین، نگو قوارین دیوان آورست، گم که چی کنم خودم هم از دست قوارین بعض آورستم. دلم خوبی شد، دلم پاک ستره، ایت لبریز محمد دانست و خدا اگه چیره میسونه دلم میرفت ویخه دکه یوسف چیره میشد. تکیه گاشوین بر بعضی ها، تسکین کنین بعضی درد داره، ترمیم کنین بعضی چیزا را، یاد دادن اینم که کار خ میتونی و عزیز دلم، یک چیز خوب یاد بده یک کسی را، هیچ کمک دیگه از دست نمیاد، که من سمینار کمک کردن تو میگی من میلیونر نیستم، صد قیصرت کی نیست، یک چیز خوب یک کسی را یاد بده، حالی را خو میتونی یک درس یاد بده، همین سمینار یک چونیدی پیشتر برو یک چیز خود خانه یک کسی را یاد بده، یک کم سر یاد بده، اینی را میشه کمک. به نظر من چی فایده داره دوستای ناظرین، چرا ما کمک کنیم؟ سوال است چرا کمک کنیم؟ ما دلایلش همین، چرا کمک کنیم؟ فواید کمک. اولین فایده دوستای ناظرین، کمک کردن به نوع دنیا رو به مکان بهتر تبدیل میکنه. دنیایی که هیچ کس به هیچ کس کمک نمیکنه چقدر سخت میبود، هر قدر کمک میشه دنیا خوبتر میشه. مثلا یک جای زلزله میشه کلی میده و برای کسی که مثلا یک دوست یک فامیلش زیر خاکا مانده میکشه، بی سرپناه شده برش خانه میته، سیل اومده وردک میره کمکش میکنه، مزدار میشه زندگی. همین تو باعث تشویق افراد میشه که روزی با اونا کمک شده، وقتی بر تو یک کس کمک کده تو هم صبح بر یک کس دیگه کمک میکنی. یک روزی شرافت جان پروانی زنگ زده بود برام، پیام مونده بود واتساپ که استاد میخوایم یک گپ بگویم. چی میگم؟ یک فیلم سلمان خان دیدم که کسی رو کمک کرده، بازی بچه پیسه دار میشه، باز پیش سلمان خان میگه بگی این کمک برام کرده بود، میگه نه من اینو نمیگیرم، اینو برو با سه نفر دیگه تو کمک کن، و اون سه نفر رو با سه نفر دیگه کمک کن. گفتم امیر از خود، میگه نه از طرف خودم میره. بگو یاد بگیریم که هر کس که بر ما کمک کرده خب ما برای کسی دیگه کمک کنیم، برای کسی دیگه کمک کنیم. مثلا یک 15 نفر تابل درس خوندیم، اصلا از ولایت آمده مرا سر سرک دیده، مثال برتان میگم، ما هیچ نمیشناختیم، مرا در چارایی دیده دوستا سلام علیکم خوب استی، ما مثلا از فلانه ولایت آمدیم، هیچ چینجا ندارم نخوانم، هیچ درس میخوایم بخونم. با بچه من کدام وکیل نیستم، کدام سهمیه خو نیست، تجار نیستم، خود چی کنیم؟ گفت که یک کورس داره، بیا بچه بیا، بردیم در کورس که بیا در اینیم شوینیم اینجا میباشه سویدیم اینجا درسای خودم میخوانم. حالا شکر فاکولته را خوانده. ما از او پس نمیخوایم که بیا ماش گرفتی پیسای مرا بده، نه تو یک کس دیگر دستش میگی. همیولی مثلا ماینه خانه دارم، 5-6 نفر همونجا قرار افتیدگیست، سرپناه برش میشه، درسک خودم میخونه، او صبح یک کسی دیگر کمک کنه، جهان خوبتر میسازه، جامعه را مهربان میسازه، جامعه یا ریرسان میسازه که یکی به درد دیگه خود بخوره، حس خوب میته برای خود آدم ها، حس خوب میته، کمک میکنی خوش نمیشی؟ خدا امروز دانای تنجینگ است، 5 تا نان مردم خیرات میکنه. خدا ده او هفته عکس و چک کار گرفته بودن که کتابچه داده بود، ات خوش بوده ده او پیش ما این خانه بر نماز جمعه آمدگی میگرفتیم کتابچه را مانده بودیم، یک طفله که داد رفت چند تا طفله دیگر هم خبر کرد که بیم کتابچه. امروز گفتم عکس نگیره، اون خود کتابچه بود، کتابچه خوب چیز توفه دادی، نانه باز عکس نگیره، نانه هم توضیح کنن وی عکس. کمک کردن به دیگران مصری سرایت میکنه، وقتی کمک کنی خوب میشه. ریشه کن شدن فاصله طبقاتی، با کمک کردن اگه باشه فاصله طبقاتی از بین میره. متاسفانه حالی تو نیست، حتی دیگه اگه پخبان این روز یک گزارش دیدم کل شنیدم، خواهم اول ششوندم که میگه دمی روزی شریف یک صدق است که وردم پول مندازه،
حتی به گمور هم قماندان هم پول هم قماندان هم میگرم دیگه و خوبا یه وضع خودشان رو صندوق هم پر کنه که دیگه استفاده کنه دم صندوق هم چیزی که جمع میشه. دنیا را شادتر میسازه کمک کردن، باعث افزایش عزت نفس میشه. وقتی کمک میکنی عزت نفس پیدا میگه، کسی را تانستی دستش میگیری، مثبت اندیش میشی، انزوا را از بین میبره، سبب ارتباطات میشه، دوستی ها را ایجاد میکنه. کسی را کمک کردی شخصیتت خوب میشه. دوستان نازنین، با کمک کردن شخصیتت خوب میشه. شخصیت کمکگر داشته باش، منتظر از اینش میلیونر شوی باز کمک کنی. همین که کم داری کمکش رو که یک عادت است، اگر رشدش ندادی که سرمایه دارم شدی باز نمیکنی. مثل یک کسی پیش بلند منزل خود خورد چیشته بود، چای میخورد بلند منزل جور کده بود، یک گدگر رو مره یک درپ مره یک درپ خیر مره درپ اون گفت نیز بربان ماره. گفت ما اگه مثل توی تو بلند منزل می داشتم خیرات می دادم. گفت ما همه تو می گفتم در وقتی که مثل تو بودم. فهمیدی؟ گفت ما هم در وقت همه تو می گفتم، حالی که دارم نمی تم. بنابراین اگه یادت نداری که بلند منزل هم جور کدی ولی کسی را کمک کنی، امیال که تو در پنج تا نان دستت می ارزه که پنج تا نان جو تو بر مردم بگیرم، وقتی میلیونر هم شدی تو دیگه دیگ بار نمی کنی. عزیز دل من، از امیالی کمک داشته باش. در این سیمینار باید این چوکی خالی نمیمان، باید نوبت مردم میگرفت. من که بگویم باز بعضی ها میگو گله میکنی، من گله نمیکنم، من واقعیت های شما را میگم. تو بیایی نری یک چیز من برد بگویم، یک چیز دیگه تو رو بگویم. خب من خود تو رو دوست دارم عزیز دلم، اولا از دیدنت خوش میشم، ولی به خدا که تو نبیم من کار ادامه میتم، این کار ادامه میتم. اینجا نه در میز ماینخانه خود میشینم، من ثبت میکنم. من کل زندگی خود تصمیم گرفتیم آگاهی در ثبت کنم، برنامه ثبت کنم، در ثبت کنم، برنامه ثبت کنم. مثل که بزرگا میگفت که خدایا دبستر خواب نبونم، ما میگم خدایا من دبستر خواب نمورم، روزی که میبرم قلم دستم باشه. من همین تصمیم است، تو چی بیایی چی نبیایی. ولی وقتی که میگم تو نمیایی، بعضیا میگه تو قگله میکنی. ما ولی اگه گله کنم، من یک واقعیت یک جامعه را میگم، واقعیت یک جامعه را بیان میکنم که روز جمعه اینم قگک تعداد میایم بر بحث علمی. امروزه هیچ به خاطر بحث علمی نمی اومدی، به خاطر پنجتانان باید نوبت نمی بود. میگفتی ما بگی ما نان آوردیم، هیچ نمیشد سمینار نان تا می آوردی، نان خشک تا می رفتی. اما میبینی که چی رقم یک جامعه هستیم. این بیان یک واقعیت سیگله نیست. چرا سر از اونا بد میخوره سر اکثریت؟ چون این کار نمیکنن. خب معلوم داره سینال یک کسی که در سمینار نامده تنبل وارد خانهش نمیشنوه، یک تعداد خوش نمیشنوه، واسه ما گله میکنی استاد. خواست تو گله نکنم از کی کنم؟ خود خوبیا بشینه سمینار. تنها اولاد از این کشور موتو هستیم، تنها موتو هستیم. دگاه باید چرتشان بزنه در رای پغمان، سرش از موتر کشیدگی قلمقال کرده بره تلویزیون ببینه. این را اگه گفتی میگه تو گله میکنی، من گله نمیکنم عزیز دل من. تو بیا یا نبیای، من هیچ شکر خدا ما از خوردی غیرت دادیم، من هیچ به هیچ چیز بنده واز نبودیم. هیچ کت کدام قدرتمند مرا دیدیم در دربار کسی رفتیم؟ کت کسی گفتیم که بیا وکیل صاحب کت ماکس کت تاکس بگیرم گفتیم رفتیم؟ هیچ نیست. من شکر خدا، خداوند یک بازوی توانا دادن نان پیدا میتونم. من محتاج کسی نیستم، محتاج تو هم نیستم عزیز دل من. تو بیای یا نبیای، من کار خودم میکنم. من جهاد حساب کردیم از بسیار خردا که قاق بودم در سایم در تلویزیون معرف هست تا ویدیوهایش تشکر عامر صاحب سرور است بگه این ویدیو چند میتی که ویدیوهای تن نندازه بیخی یک نمونگک هستم. درز داده رایستم، ولی درز داده رایستم و خدا هم ریش خود رای در سفید ساختم. یک جای نمیگیره، نمیگیره خود دیگه. جامعه طرف دار از این نیست. اگه این قضا احمد در کرکت و بکس اینا میکشتن سعی حال مشهور بودم، مشهور سرمایه دار. ولی ما هیچ او پرور ندارم. من که یاد میکنم که مثلا کس نمیگه، واقعیت یک جامعه را میگم که مثلا در فیسبوک مندازم، در رادیو چند دفعه یاد کردم که بیا در این جمعه پنج قرص نان فیس سمینار ماست، بیاین که ثواب ببرین. کس حاضر نشد بیا. ایره گفتی که میگه گله میکنی؟ گله نمیکنم عزیز دل من.